به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. امید که جور و صحتمند باشین. خب شاگردای عزیز، امروز بخیر ما شما ریاضی صنف دهم میخوانیم. موضوع ما طرق نوشتن و قیمت یک تابع هست. اهدافی که بخیر در آخر شما بخیر به او برسین، طرق مختلف نشان دادن یک تابع را شاگردا بشناسن، قیمت های تابع مختلف برای قیمت های داده شده اکس دریافت کنند و شما بیاموزین که چه وقت یک معادله یک تابع هست. درس ما درس 24 هم هست و صفحه کتاب ما صفحه 73 تا 76 کتاب هست. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه درس نو شروع کنیم، درس گذشته ما در مورد چی بود؟ آفرین، بسیار خوب. درس گذشته ما در مورد تابع بود. ما شما تابع را تعریف کردیم، گفتیم در جورهای مرتب چطور گفتم میتونیم که این جوره مرتب تابع هست. ما شما در مورد چی صحبت کردیم؟ این که چه وقت ناحیه تعریف و چه وقت ناحیه قیمت ها را ما میتونیم توسط جورهای مرتب پیدا کنیم و چه زمان میتونیم بگیم که تابع هست دوست ما. خب شاگرده عزیز، حال ما شما میگیم که برای اولین بار میخوایم همین درس را شروع کنیم. میگیم برای اولین بار یک دانشمند سوئیسی به نام در حقیقت اویلر، این همین رابطه وای مساوی با اف ایکس، دقیقاً برای اولین بار این رابطه را یا در مورد صحبت کردن. وای مساوی به اف ایکس چی است شاگردای عزیز؟ ببینید، اف تئوری باشه از ای و بی، یعنی F تابعی است که از A به چی تعریف شده باشه؟ به ست B تعریف شده باشه. دقیقاً F تابعی است که از ست A به ست B تعریف کرده باشه. اگه یادتون باشه، ما ماشین در درس گذشته و شما یک مثال گفتم. گفتیم که اگر ما در حقیقت ماشین گوشت در نظر بگیریم، این ماشین گوشت هم ورودی می داشته باشه و هم خروجی می داشته باشه. من این رو همراه شما صحبت کردم. پس اینپوت یا همین ورودی ما همین گوشت هست، داخل همین ماشین یک پروسس انجام داده میشه و وقتی که آوتپوت یا همین خروجی، دقیقاً همین ماشین، دقیقاً همین گوشت چرخ کرده میباشه که از او خارج میشه. خب شاگردای عزیز، ما شما میگیم که در حقیقت ما تابع را به چند شکل نشان داده میتونیم. ما تابع را میتونیم به شکل شفاهی، به شکل در حقیقت عددی، به شکل مشاهده‌ای و به شکل الجبری ما یک تابع را چی کنیم؟ نشان بدیم به شما. حالا در حقیقت زمانی که ما یک تابع را میخواهیم نشان بدیم، زمانی هست که ما یک قیمت به تابع میدیم و قیمتی که از او حاصل میشه همون رنج تابعی هست. در مثال اول کتابتان گفته شده به شما، اگر fx، ببینیم در مثال اول و ما شما چی گفتم؟ گفته اگر fx باشم، مثال های دیگر هم شاگرده من میتونم کار کنم، اما من مجبور هستم بیشتر از مثال های کتاب استفاده کنم، چون بعضی امکان داره که می مثال های کتاب و اوها مشکل باشه. گفته f منفی 3، f صفر را پیدا کنین. من می دو قیمت را پیدا کنم و دیگه دو قیمت را پیدا کنم. خب شما می فهمین که بعد دیگه قیمت هم با استفاده از این روش چی میشن؟ پیدا میشن. خب شاگرده عزیزی، اگر فریگان به شما گفتم، چون وقت برنامه کم است، من نمیتونم تمام قیمت ها را در معادله چی کنم به شما وضع کنم. خب f منفی 3، منفی 3 مربع، یعنی f منفی 3 چی مانایی؟ دومین اینجا یک قیمت به ما داده. در حقیقت منفی چی است؟ منفی 3. منفی 3 را شما در معادله وضع کنید. منفی 3 مربع مثبت 3 ضرب منفی 3 منفی 2 مساوی میشه با. خب من اینو پاک میکنم. منفی 3 مربع شده چند میشه شاگرد عزیز؟ مثبت 9. مثبت ضرب منفی منفی 3 9. درست است شاگرد عزیز؟ منفی چی؟ 2. پس 9 منفی 9 0 میشه و 0 منفی 2 میشه منفی 2. پس قیمت F منفی 3 ما شما در حقیقت چند پیدا شده شاگرد عزیز؟ منفی 2. حالا اگر ما 0 وضع کنیم، F چی را وضع کنیم؟ F 0 را وضع کنیم. خب میگیم که 0 مربع مثبت 3 ضرب 0 منفی 2. در حقیقت شاگرد عزیز، این 0 شد، این هم 0 شد و تنها چی ماند؟ منفی 2. میبینیم در اینجا شاگرد عزیز، این دومین است منفی 3 و 0 و قیمتی که حاصل شده در اینجا چی تابع هست؟ رنج تابع هست. چی تابع هست در اینجا دقیقاً؟ رنج تابع هست. نوشتن میکنیم رنج تابع. این رو نوشتن میتونیم بکنیم که رنج تابع ما قیمتش چند پیدا شد؟ منفی 2 پیدا شد. ما رنج تابع رو توسط آر یا قیمت های تابع رو میتونیم نشان بدیم. فعالیت دیگه مثال سیوم هست در کتابتان، گفته اگر HX، این خوب سوال است شاگرد عزیز، من این رو پاک میکنم. ببینید با ما گفته اگه HX باشه 3 منفی 2X و GX باشه و FX باشه، در حقیقت
2x مثبت 6. گفته با ما شما خب f منفی 1 جمع f مثبت f 3 رو میگه پیدا کنیم. ببینید اولین کاری که میکنیم چی است؟ ما f منفی 1 رو پیدا میکنیم. یعنی در تابع اصلی ما به جای x منفی 1 وضع کردیم. میشه 2 ضرب منفی 1 مثبت 6. پس f منفی 1 مساوی هست با منفی 2 مثبت 6. f منفی 1 مساوی به از 6 که 2 تفریق شود چند میمونه شاگرد عزیز؟ 4. آفرین، بسیار خوب. حالا ما میخوایم f 3 را پیدا کنیم. f 3 را میخوایم پیدا کنیم. ببینیم با f 3 ما چی میگیم؟ هر جا که x بود در f x ما بجاش 3 میمونه. میگیم 2 ضرب 3 مثبت 6. 2 3 6، 6 جمع 6 2 است. حالا چه با ما گفته؟ با ما گفته که f منفی 1 جمع f 3 را پیدا کنیم. خب من اینا کتی رنگ نوشتم میکنم. f منفی 1 که ما 4 بود جمع 12 آیه 16 نمیشه. پس f منفی 1 جمع f 3 ما چی شد؟ 16 پیدا شد. صحیح شد شاگرد عزیز؟ خب شاگرد این قیمت همی تابیمون 16 بود. پاکش میکنم. ببینید شاگردا، موضوع بعدی ما در حقیقت مثال‌های مختلف داده. یک مثال آخری رو من با شما حل می‌کنم. مثال چهارم خودتون می‌تونید کار کنین. کدام یک معادله زیر یک تابع هست؟ مثال یک معادله جالب است. x مربع مثبت y مساوی با 4 یک معادله است. و معادله دوم شاگردی عزیز، من اینجا نوشته می‌کنم با شما یکم این طرف. معادله اول x مربع مثبت y مساوی با 4 و معادله دوم من با شما نوشته می‌کنم که x مربع مثبت y مربع مساوی با 4. میگید کدامش یک تابع هست؟ ببینید بسیار جالب است. خب میگه آیا یک تابع هست یا نه؟ ما میگیم تابع رو چه قسم قیمت تعریف کردیم؟ برای هر x ما یک چی داشته باشیم؟ یک y داشته باشیم. خب اولین کاری که میکنیم میگیم y مساوی با 4 خودش x او طرف ببریم. منفی چی میشه؟ x مربع میشه. پس y مساوی به چی شد؟ 4 منفی x مربع. خب اگر ما برای مثال و شما یک مثال بگیم، من اینجا یک جدول اگر رسم کنم، اینجا x بگم، اینجا چی بگم؟ y بگم. خب مثلا سعی کنین اگر من به x 0 وضع کنم y ما 4 میشه. اگر به x 1 وضع کنم y ما 3 میشه. اگر 2 وضع کنم y ما 4 منفی 4 0. یعنی برای هر x یک y است. به نظر شما نیست؟ پس این تابع یک تابع چی؟ است. برای هر x یک y است. ببینیم این آیه واقعا یک تابع هست. خب با جنس y حساب میکنیم. میگیم y مربع مساوی به 4 منفی x مربع. قبول دارین اینا؟ از اطراف که جذر مربع بگیریم y مساوی میشه با مثبت منفی جذر 4 منفی x مربع. شما شاگرده عزیز اینجا دقت کنید. اگر من اینجا x یک قیمت بدم، ببینید من اینجا قیمت وضع میکنم x y. مثلا اگر من اینجا x دو قیمت وضع کنم، دو مثلا اگر یک وضع کنم، بسیار ساده. خب میگیم که x مربع ما اگر یک باشه، یک مربع ما یک، 4 منفی یک میشه چند؟ 3. پس مثبت منفی جذر 3 میشه. اگر 3 وضع کنم 3 3 9، خب منفی باز منفی جذر میشه، باز ما میتونیم بگیم که منفی نداره. اگر منفی وضع کنم، منفی یک وضع کنم، منفی یک مربع مثبت یک میشه، باز هم مثبت منفی جذر 3. ببینید شاگردای عزیز، من دیگه قیمتاش رو کار ندارم. شما اینجا ببینید، شما که فرمول دیدین دیگه ضرور نیست که شما در اینجا چی کنید؟ قیمت تابع رو وضع کنید. ببینید شما میبینید برای هر x ما اینجا چند وای پیدا شد؟ اینجا دو وای پیدا شد. وقتی که برای یک x دو وای پیدا شود، پس من میگم که این تابع نیست. صحیح شد شاگردای عزیز؟ خب شاگرد عزیز، فعالیت ها در کتابتان زیاد است، سوال ها زیاد است. شما میتونید که این سوال ها و فعالیت ها را به اساس همین موضوعاتی که من به شما گفتم در خانه حتما شما کار کنید. و اینکه شاگردای عزیز، سوال های تمرین هایتان دقیقا 6 سوال است. این سوال ها تکرار هست، به این معنا که چیزایی که من همراه شما کار کردم دقیقا رای حل و طریقه یک طریقه هست، اما امکان داره که جواب های آخر هر کدامشان متفاوت دقیقا حاصل شود. خب شاگردای عزیز، خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین و مشکلی در درس نداشته باشین. کارخانگی که هست صفحه 76 کتابتان، کوشش کنین که این کارخانگی را حتما در خانه حل کنین، بخاطر اینکه وقتی که شما سوالاتتون رو شاید عزیز کار میکنین در خانه، به این معناست که به درس بعدی شما یک آمادگی می داشته باشین. کارخانگی رو بهتون میدم.
صفحه 76 کتابتان. در حقیقت چند سوال از شاگرد عزیز؟ در حقیقت 6 سوال است. شما میتونید که این سوال ها رو در خانه انجام بدین. من مطمئن هستم که این سوال ها به شما آسان هست، حل کرده میتونین، چون یک دو سوال از خود سوال درس حل کردیم همراه شما. و امید هست که درس امروز به خوبی یاد گرفته باشید. تا روز بعدی، برنامه بعدی و جلسه بعدی، الله حافظ و نگهدار شما.